در حالی که حدود 17 میلیون نفر در اروپا و بریتانیا واکسن آسترازنکا را تزریق کردند، 11 کشور اروپایی واکسیناسیون با این واکسن را متوقف کردند. این واکسن جزو واکسن هایی است که قرار است به ایران هم ارسال شود. آیا این واکسن خطرناک است؟ در برنامه با دو متخصص سوالات شما را طرح می‌کنیم. سلام بر شما و خوش آمدید. قبرس، لوکزامبورگ، لاتویا، سوئد هم به فرانسه، آلمان، دانمارک، اسپانیا، ایتالیا، پرتغال، ایرلند، هلند و اندونزی پیوستند که تزریق واکسن آسترازنکا را متوقف کردند. همزمان سازمان بهداشت جهانی که امروز در این باره جلسه‌ای به پا کرده میگوید دلیلی در دست نیست که نشان دهد استفاده از واکسن آکسفورد آسترازنکا باعث لخته شدن خون می‌شود. اما بررسی‌ها را در این باره آغاز کرده. و همینطور نهاد تصمیم گیرنده درباره دارو در اروپا هم گفته که هنوز با اطمینان معتقد است شواهد کافی در دست نیست که لخته شدن خون به خاطر واکسن بوده و فواید آن هنوز بر مضرات آن غالب است. از چند روز دیگر قرار است که اولین محموله واکسن آسترازنکا تولید کره جنوبی تحت سازوکار کوواکس به ایران برسد. علاوه بر این به بخشی از کادر درمان در ایران واکسن روسی تزریق شده و هر روز هم خبرهایی از تولید واکسن‌های متعدد ایرانی می‌رسد. آیا واکسن آسترازنکا مشکل جدی دارد؟ متخصصان کدام واکسن را توصیه می‌کنند و در مجموع زدن واکسن بهتر است یا فعلاً نزدنش؟ شما هم می‌تونید زیر پستی که در این رابطه در اکانت بی بی سی فارسی در اینستاگرام گذاشتیم سوالاتتون رو مطرح کنید تا از دو متخصص حاضر در برنامه بپرسیم. در برنامه امروز فرین کمانگر با ماست، متخصص همه‌گیرشناسی در دانشگاه ایالتی مورگان از بالتیمور و محمدرضا پورکریم، متخصص ویروس‌شناسی از لوون بلژیک. خوش آمد میگم به هر دوی شما آقایون. آیه دکتر کمانگر، از شما شروع میکنم. این صحبتهایی که در مورد آسترازنکا شنیدید چقدر شما را نگران کرده؟ سلام خانم قاضی‌زاده به شما و بینندگانتون. تا الان هیچ نشانه جدی در مورد نشانه جدی وجود نداره که باعث نگران شدن باشه. همینطور که شما اشاره کردید، سازمان بهداشت جهانی گفته تا این لحظه ما مسئله خطرناکی رو ندیدیم. همینطور سازمان داروهای اروپا که EMA باشه، اونها هم معتقدن که چیز خطرناکی ندیدن. و من با هر کدوم از دوستام که مثلا تو این قضیه هستن و متخصص این کار هستن هنوز متعجبن که چرا این کشورهای اروپایی این قضیه رو، این واکسن رو فعلا متوقف کردن. شما فکر می‌کنید چرا؟ خب دلیلی که ابراز کردن این استش که حدود 40 نفر از افرادی که این واکسن رو گرفتن دچار لخته‌های شدن، دیپ وین ترومبوسیس شدن، که بعضی از اون لخته‌ها هم به ریه رفته و میتونه که در واقع در جان رو در خطر بگذاره. ولی مسئله این استش که این واکسن به 17 میلیون نفر داده شده. حالا شما فرض کنید این 17 میلیون نفر اصلا واکسن نگرفته بودن. توی 17 میلیون نفر یه عده خود به خود یا به دلایل دیگه به هر حال این لخته ها رو میگیرن. این 17 میلیون نفر که خیلیاشون هم سنشون بالا بوده، ممکنه به خاطر حرکت نکردن، به خاطر چاقی زیاد، به خاطر حاملگی، به خاطر مصرف OCP، به خاطر سرطان و علت های بسیار زیادی این لخته ها ممکنه درشون ایجاد بشه. سوال این هستش که آیا این واکسن احتمال لخته رو بیشتر از معمول میکنه؟ تمام اطلاعاتی که داده شده تا حالا این است که 40 نفر از 17 میلیون نفر عدد بسیار پایینی است. حتی کمتر از عددی است که بدون واکسن ما انتظار داشتیم این اتفاق بیفته. بنابراین عدد نگران کننده نیست. و این استش که خیلی‌ها موندن که این دولت‌ها بر چه مبنای این تصمیم رو گرفتن. اجازه بدید آقای دکتر پورکریم رو هم وارد ماجرا بکنیم. آقای دکتر پورکریم، همین امروز ساعتی قبل آلمان گفته که ما میدونیم که این تعداد اندکی هست، اما به هر حال برای ما باعث نگرانی و ما میخواییم تحقیق بکنیم، چون کمی بالاتر از اون میزانی است که اگر این واکسن رو نمیزدن ممکن بود دوچارش بشن. و همینطور گفته که یک دلیل دیگه هم اینه که همه اونهایی که این مسئله رو پیدا کردن واکسن رو زده بودن، برای همین باعث نگرانیشون شده. شما چه فکر میکنید؟ سلام عرض خدمت شما، مهمان خوب شما و بینندگان خوب شما. اجازه بدید من با عدد و ارقام صحبت‌های آقای دکتر کمانگر رو هم تایید کنم. ببینید، ما سالانه در اروپا چیزی حدود 1.5 میلیون کیس ترومبوز داریم که حدوداً 500 هزار از این کیس‌ها، این آمار بزرگی است، منجر به مرگ میشه.
این تعداد کیس های ترومبوز همینطور که آقای دکتر گفتن ممکنه ناشی از چاقی باشه، ممکنه ناشی از سفرهای طولانی باشه، قرص های به صورت خوراکی ضد بارداری باشه، همه اینها عواملی هست که باعث ترومبوز میشه. این تعداد مرگ ناشی از ترومبوزی که سالانه در اروپا گزارش میشه بیشتر از تعداد سرطان ریه هست، بیشتر از تعداد سرطان سینه و سرطان پروستات و ایدز و تصادف‌های رانندگی هست. اینها به صورت طبیعی در جمعیت به وجود میاد. تعداد 34 تا، اجازه بدید عرض کنم خدمت شما، تعداد 34 تا در کل 17 میلیون اگر بخوایم در نظر بگیریم عدد بسیار بسیار کمی است. اگر بخوایم با عدد جمعیتی حسابش بکنیم، ما بایستی حدود 700 خورده‌ای ترومبوز وریدی داشته باشیم و حدود 800 خورده‌ای ترومبوز ریوی داشته باشیم اگر بخوایم توی جمعیت ریل بگیم. اما اگر بریم سراغ کووید خدمتتون عرض کنم، ما حدوداً از 2,600,000-700,000 نفری که در کل دنیا توسط کووید باعث درگذشت و مرگشون شد، 860,000 نفرشون از اتحادیه اروپا هستن. همین 24 ساعت گذشته ما 2500 مرگ داشتیم در چیز. اینو بایستی فایده و ضرر رو اگر که بخوایم بسنجیم، من فکر میکنم که حتی یک روز تأخیر در واکسیناسیون بسیار بسیار عواقب داره. ما میدونیم که الان پیشبینی ها نشون میده که در چند هفته آینده در خود اروپا ما یک موج بسیار وسیعی داریم و این موج این دفعه ما موج ویروس ووهان نیستش، این موج واریته‌ای هستش که در انگلیس پیدا شده، داره میاد خودش رو غالب بکنه. و این وقتی میگیم همون که همگیریش هم خیلی شدیده، بله، همون که ترانسمیزیبیلیتی و قدرت انتقالش بسیار، وقتی میگیم یک کیسی که آلوده شده با واریانت بریتیش یا واریانتی که در انگلستان پیدا شده، خیلی فرق میکنه با این که بگیم که یک کیسی که اون اوایل در ووهان متوجه. اما این سوالی هست که خیلی ها میپرسند که حالا آقای دکتر کمانگر هم اشاره کردن مشخص نیست که دولت‌های اروپایی با چه انگیزه‌ای ممکن است که دارن این کارو میکنن. از طرف دیگه خب اینجا در این کشور جایی که ما هستیم بوده 11 میلیون نفر واکسن آسترازنکا رو زدن و اینها میپرسند که آیا دولت ما داره به ما راست میگه یا نه، چون از هر دو طرف دارند در واقع این نگرانی‌ها وجود داره، همین که دولت‌های دیگه ممکن هست که به دلایل دیگری واکسیناسیون رو متوقف کنن، همین که دولت بریتانیا به دلایل روشن دیگه ای متوقف نمیکنه. چطور میشه به مردم اطمینان داد آقای دکتر پورکریم؟ اجازه بدید من خدمتتون عرض کنم راجع به همین قضیه. ببینید تنها در کل این چند کشور اروپایی که الان متوقف کردن، تنها چند تاشون انگشت شمارشون کیس رو گزارش کردن، بقیه به تبع دیگرون متوقف کردن. اینطوری نبوده که در همه این کشورها ما کیس های ترومبوز داشتیم بعد از واکسیناسیون. من اجازه بدید من اشاره کنم به انگلستان، 11.5 میلیون فایزر تزریق شده. از این 11.5 میلیون چیزی حدود 23 تا ترومبوز تو این جمعیت از آسترازنکا تزریق شده. 11.5 میلیون از آسترازنکا تزریق شده. بله 9.5 میلیون فایزر تزریق شده. 27 کیس در اون هاست. این مقایسه دوتا متوجه. من خدمتتون عرض کنم خدمت شما. ببینید متاسفانه چیزی بوده که با میدیا، با متاسفانه سایت های خبری، اینها بزرگ شده بزرگ شده و اروپا چیز کرد. ما توی یک جلسه واکسینی من امروز بودم، من با یکی از افراد دیگه متفق القول بودیم این وقتی که آپشن های زیادی در دسترس باشه، بله، آدم ها تنوع طلبن، میخوان برن سراغ اون بهترین ها. اما وقتی که بریم سراغ کشورهایی که بهشون واکسین نرسیده، همین واکسن رو هم قدرش رو خواهند البته دونست و استفاده. البته این هم خیلی نقطه مهمی هست که اشاره کردن، چون من امروز با یک نفر دیگه که حالا من اسمشون نمیبرم ولی آدمی هستن که به هر حال با این سازوکار کوواکس هم کار میکنن، میگفتن که ما نگرانی داریم که همین که اروپایی ها الان زدن این رو متوقف کردن باعث بشه که ما که میخوایم این رو به کشورهای دیگه بفرستیم، به کشورهای آفریقایی، کشورهایی که بهش نیاز دارن، اونها بگن که چه خبر پشت پرده، به اروپایی ها نمیزنن، حالا میخواید بدید به کشورهای مثلا جهان سوم روی اونها امتحان کنید. آیه دکتر کمانگر، یک بحث دیگه هم امروز مطرح شده، اینکه این واکسن ها همه انگار که هنوز در اون مرحله در واقع آزمایشی هستن. مثلا همین آسترازنکا رو میگن تا 2023 هنوز در مرحله آزمایشی قرار داره. این چطور هست؟ این سازوکار چطور کار میکنه؟
شما یه لحظه اجازه بفرمایید که من برم قبل تر و در تایید صحبت‌های دکتر پورکریم عرض کنم و به سوال شما میرسم. عرض کنم که فقط مسئله نزدن واکسن نیست که عوارض ایجاد میکنه، مسئله نزدنش عوارض بسیار بیشتری ایجاد میکنه. اگر مردم نگران لخته هستن، یکی از عوامل بسیار مهم ایجاد لخته خود همین ویروس کرونا هستش. ویروس سارس کووی 2 لخته های بسیار زیادی ایجاد میکنه در کسایی که بستری شدن و یکی از دلایل مرگ اون هستش. در واقع وقتی اومدن واکسن همین آسترازنکا رو مطالعه کردن روی حدود 30,000 نفر، به دو گروه اینا رو افراد رو به دو گروه کردن، یک گروهی که واکسن گرفتن و یک گروهی که واکسن نگرفتن. علاوه تعداد مشابه و این دو تا گروه هم عین هم بودن، علاوه سن، جنس، همه چی. اون گروهی که واکسن گرفتن 4 نفر درشون لخته دیده شد. اون گروهی که واکسن نگرفتن 8 لخته درشون دیده شد. یعنی در گروهی که واکسن نگرفتن تعداد لخته ها بیشتر بود، که منطقی هم هست، چون اگر اونها به بیماری کرونا دچار بشن احتمالاً در واقع تعداد لخته در اینا میره بالا. خب این که میفرمایید که اینها در مرحله آزمایشی هستن، اینها همش بستگی داره شما چقدر استاندارد بذارید برای یه چیزی. ما الان این واکسن ها از استانداردهای بسیار زیادی رد شدن. شما اینها اومدن در کشت های سلولی آزمایش شدن، در حیوانات کوچک آزمایش شدن، در حیوانات بزرگ آزمایش شدن. همین واکسن آسترازنکا واقعا در حیوان آزمایش شده، اومده به انسان در فاز 1 انسانی روی چند صد نفر آزمایش شده، فاز 2 انسانی آزمایش شده، فاز 3 انسانی روی حدود 30,000-40,000 نفر آزمایش شده. الان در خود انگلیس و اروپا 17 میلیون نفر گرفتن و این خود من یکی از کسانی هستم که زدم واکسن رو. بله خب شهید زندم و مطمئنم خیلی از همکاران دیگه‌تون در بی بی سی زدن. خب این هستش که اینها واقعا گذاشته شده. حالا ببینید داروها رو الان ما استانداردها خیلی رفته بالا، بعضی وقتا تا سالها ما اینا رو فالو میکنیم، حتی بعد از اینکه authorization توی FDA مثلا اگه دارو کامل تایید بشه authorization کامل میدن، حالا اگه بعد از FDA approval حتی چندین سال بررسی میکنن ببینن آیا عوارض طولانی مدتی هست یا نه، چون بعضی از داروها یا هر چیزی شما در 1 ماه و 2 ماه و 3 ماه عوارضش دیده نمیشه، سالها طول میکشه تا دیده بشه. ولی ببینید من خودم اگر الان شما میگفتید، شما به من دو تا انتخاب میدادید، دو تا گزینه میدادید، میگفتید یه گزینه دارید که واکسن نزنی، یه گزینه داری واکسن آسترازنکا بزنی، حتما واکسن آسترازنکا رو میزدم. چون گرچه واکسن آسترازنکا کامل پروتکشن نمیده علیه این بیماری، تقریبا تمام کسانی که زدن کارشون به بیمارستان نرسیده، کارشون به مرگ و میر نرسیده، در حالی که کسایی که نزدن یه عده زیادی بر اثر کرونا متاسفانه به بیمارستان رفتن و مردن. بله. این هم که شما فرمودید چجوری ما به مردم اطمینان بدیم، اینا فقط دولت‌ها نیستن. درسته دولت انگلیس، دولت استرالیا، دولت بلژیک و خیلی دیگه هنوز دارن از این دفاع میکنن، ولی اینا نیستن. سازمان بهداشت جهانی به عنوان یه سازمان مستقل، سازمان داروهای اروپا به عنوان یه سازمان مستقل، خیلی از دانشمندایی که یکی دو روز گذشته تو کمبریج، تو آکسفورد، تو خیلی جای دیگه دنیا اظهار نظر کردن، واقعا دارن تعجب میکنن که چرا این دولت ها متوقف کردن. و این سوالی است که برای همه ما هست. این هستش که منابع مستقل خودتون دارید برای این سوال که چرا دولت ها متوقف کردن، دلیل سیاسی پشتشه، چه دلیلی پشتش میتونه باشه؟ ببینید دو سه تا دلیل واقعا ممکنه باشه، ولی واقعا من بیخبرم. یکیش ممکنه این باشه که واقعا اینها نگران این لخته ها هستن، چون اولین دولتی که این کارو کرد اتریش بود، مثلا یه خانم 49 ساله‌ای بود درش لخته دیده شد و اینها رو چیز کردن، گفتن یه ذره شاید نگران بودن این خانم جوونه، به نظر نمیاد که بیماری های زمینه دیگه‌ای داشته باشه، یه ذره نگران این لخته شدن. شاید واقعا یک نگرانی است فقط. شاید این هستش که بعد این یه مقداری کانسپیرسی تئوری هستش و خیلی قبول ندارن. میدونید بین آسترازنکا و اتحادیه اروپا یک اختلافاتی بود، چون که اینا یک مقدار زیادی از واکسن رو به انگلیس دادن، اونا میگفتن چرا به ما نمیدی، داره دیرتر میدی، یه سری اختلافات اینجوری ایجاد شد. من واقعا فکر نمی‌کنم دلیلش اون باشه.
یه مقدار شاید این باشه که اثر بخشی واکسن آسترازنکا از واکسن فایزر و مدرنا کمتر بوده، ولی من اون رو هم بعید میدونم دلیل باشه، چون که اگر اینا اینقدر فایزر و مدرنا داشتن که میگفتن خب ما به راحتی میتونیم اینو کنار بذاریم، اون رو من میتونستم درک کنم. ولی در شرایطی که الان توی آلمان دوباره یه ذره ریتا رفته بالا، تو فرانسه ریتا داره میره بالا، یعنی تعداد موارد بیماری، و در ایتالیا بسیار بسیار رفته بالا، به طوری که دوباره مردم بیمارستانا دارن پر میشن، مردم دارن در واقع کسب و کارشون رو از دست میدن، من واقعا برام جای تعجب داره که این کار میکنن. چون یک بارم که این کارو بکنید، حالا اگه پس فردا اینا دوباره جلسه بذارن و مطمئن باشن هیچ اشکالی نداره، کسب اطمینان دوباره مردم کار خیلی آسونی نیست. خیلی کار سختی خواهد بود. بله، برای اینکه مثلا من همین امروز میگم ما این برنامه رو آگهیش رو گذاشتیم روی اینستاگرام، از مردم سوال کردیم. مثلا یک خانمی به اسم مهتاب، آقای دکتر پورکریم از شما پرسیدم، میگه که من دوز اول رو زدم، میخوام بدونم که چقدر زمان میبره تا این لخته خونی خودشو نشون بده، اگه بخواد نشون بده. من مطمئن شم که آیا میگیرم یا نمیگیرم. آیا میتونیم این رو بفهمیم یا به مردم اطمینان بدیم که اگر که مثلا شما الان یک هفته زدید دیگه خیالتون جمع باشه، اگر که بخوادم لخته بشه دیگه از سر شما گذشته؟ اجازه بدید من اصلا اشاره به این قضیه نکنم. این اصلا لخته اصلا مربوط به این نیستش که ما بخوایم رنج زمانی رو برای این قضیه تعیین بکنیم. خانم قاضی زاده، ببینید من اشاره بکنم به اینکه این تکنیکی که در این واکسن به کار رفته شده یک تکنیک نوین هستش و قرار هست که دوز یادآور دیگری هم از این ساخته بشه، و به عنوان اینکه چون اون بازدهیش در مقابل واریته‌ای که در آفریقای جنوبی در حال چرخش هستش، در مورد اون چندان اثری نداشت، اون رو هم اضافه کنند به این سیستم. بنا و بازطراحی این واکسن هایی که نوع حامل هستش، مثلا واکسن جانسون اند جانسون، همین واکسن و اسپوتنیک روسی، اینها و mRNA فایزر و مدرنا، این واکسن های های تک، به خوبی میشه سریع بازطراحیشون کرد و استفادهشون کرد و دیزاینشون کرد برای واریته های جدید. تمام نگرانی ها بر این هست، اینها تکنولوژی های خوبی براشون به کار رفته شده، خیلی خیلی به قولی سرمایه گذاشته شد روی اینها تا کلینیکال ترایال خوبی رو طی کردن. آژانس های مختلفی به قول آقای دکتر کمانگر اینها رو تایید کردن. اینجوری نیستش که با یک تعداد 3-4-30-40 تا در میلیون ها بخوایم این رو رد بکنیم. اجازه بدید من اینجا تاکید کنم، اگر واکسن هایی رو که ما در بچگی میزدیم، اگر عوار حتی اونها از اینها بهتر تایید شدن، چون 10 سال حدودا طول کشیده هر کدوم از اونها تا دیولپ بشن، ما الان وسط پاندمی هستیم، مجبور هستیم EUL یا به صورت استراری WHO اینها رو تاییدشون بکنه. اجازه بدید خدمتتون عرض کنم، بعضی از واکسن هایی که ما در بچگی زدیم، اگر بخوایم عوارض جانبیشون رو در میلیون حساب کنیم، خیلی بیشتر از این ترومبوز هایی است که ما الان ناخواسته و غیر وابسته به این واکسن آسترازنیکا رو داریم بهش نسبت میدیم. اصلا این تمام این تئوری ها رو بایستی بگذاریم کنار. هر واکسنی رو که امروز ما تو وسط پاندمی هستیم، بسیار بسیار خطرناک هست وضعیت ما. ما داریم اینجا سویج ها و فازلاب ها رو چک میکنیم توی اروپا و بر اساس این تخمین میزنیم هفته های آینده رو که چقدر خطرناک میشه تعداد افرادی رو که ما به عنوان کیس های جدید خواهیم داشت. اینها خبرهای بدی است. بهترین کار این استش که این دیلی و تأخیر رو هرچه زودتر جمع کنند و واکسیناسیون رو ادامه بدن. اشاره کردید به اینکه بهتر هست که این کشورهای اروپایی این کار رو بکنن. در مورد واکسن هایی که الان در ایران هم داریم، سوال های مشابهی مطرح هست آقای دکتر کمانگر. مثلا در مورد واکسن روسی، من قبلا با آقای پورکریم صحبت کردم، ایشون معتقدن که هر واکسنی بهتر از واکسن نزدن هست، به خصوص با واکسن روسی هم موافق هستن، به خاطر اینکه میگن تاییدیه هایی رو از بعضی از جاهای مهم داره، مثلا لنست یک مقاله چاپ کرده و تاییدش کرده به نوعی. شما نظرتون چیه در این باره؟ من هم واقعا خودم همینطور فکر میکنم. یعنی اگر من باز هم خودم الان در ایران بودم و به من یک دو تا گزینه میدادید که واکسن روسی رو میخواید یا اصلا هیچی، قطعا واکسن روسی رو انتخاب میکردم. حالا به چند دلیل.
یکیش این هستش که این واکسن روسی تقریبا با همون تکنولوژی ساخته شده که واکسن آسترازنکا و واکسن جانسون اند جانسون ساخته شده. همه اینها حامل آدنوویروس دارن و یک دی ان ای داخل اینا قرار دادن. حالا یکیش مثلا آدنوویروسش از شامپانزه گرفته شده تو مال آکسفورد، مثلا یکیش مال آدنوویروس 25 26 و مال حالا روسی ترکیب 5 و 26 در دوز اول و دوز دوم. بنابراین قاعدتا اگه اینا کار میکنن به احتمال زیاد اون هم کار میکنه. این یک. دومین مطلبی که هستش این هستش که اینها این مقاله رو در لنست چاپ کردن. البته چاپ مقاله در لنست به معنای تایید یک ارگانیزیشن نیست، چون که اونها لنست نمیاد دونه دونه این اطلاعات رو بگیره و بررسی بکنه و بررسی حقوقی بکنه. اونها فقط میان یه دو نفر ریویور مقاله رو میخونن، دو یا سه نفر یا چهار نفر ریویور مقاله رو میخونن ببینن علاوه علمی خوب هستش یا نه. ولی به هر حال همین که اومدن متدولوژیشون رو کامل توضیح دادن، این خودش مطلب بزرگی هستش. مطلب سومی که هستش این است که من واقعا فکر کنم روسا به واکسن خودشون اعتماد دارن، چون الان به کشورهای زیادی دادن. اگر واقعا بهش اعتماد نداشتن به این کشورها نمیدادن، چون اونا نهایتا معلوم میشه که در کشورهای دیگه که اینا راست گفتن یا راست نگفتن. همه اینها رو کنار هم بذاریم، من خودم معتقدم که واکسن روسی هم بسیار بسیار بهتر از این است که آدم آره دکتر بذارید سخت این سوال رو مطرح بکنم. الان گفته شده، سخنگوی وزارت بهداشت در ایران گفته که تا چند هفته دیگه آسترازنکای ساخت کره جنوبی بالاخره به ایران میرسه. از طرف دیگه واکسن روسی هم ظاهرا رسیده. اگه بین این دو تا بخوان انتخاب بکنن چی؟ آیا شما فکر میکنید باید فرقی بگذارن یا هر واکسنی که بهشون دادن رو باید بزنن؟ مثلا ما اینجا میریم هم فایزر هست هم آسترازنکا، اصلا انتخاب بهمون نمیدن، خودشون میگن همینی که هست هر چی هست باید بزنید. شما چی فکر میکنید؟ آیا باید در ایران همین کارو بکنن؟ من فکر نمیکنم در ایران هم انتخاب زیادی وجود داشته باشه، چون که واقعا اونجا تعداد از اینجا هم محدودتره. یعنی من اینجا رفتم توی آمریکا واکسن زدم، کسی از من سوال نکرد چه واکسنی میخواین، گفتن ما امروز مدرنا داریم و بهم زدن، همون شد رفت. توی ایران خب اون تعداد خیلی محدودتر هم هست. هر دوتای متاسفانه این دوتا واکسن، یعنی واکسن روسی و واکسن آسترازنکا، با هم سر به سر مقایسه نشدن. سر به سر مقایسه شدن یعنی این که شما بیاید این دوتا واکسن رو، جمعیت رو به دو گروه تقسیم کنید، به یه گروه این واکسن رو بدید، به یه گروه اون یکی، و ببینید کدوم اینها بهتر عمل کردن. یه همچین کاری انجام نشده. این هستش که مقایسه دقیق که کدوم اینها بهتر هستش کار مشکلی است. فقط در مقالاتشون گفتن که آسترازنکا 70% تاثیر داشته، روسا ادعا کردن 92% موثر بوده. حالا اینکه اونها رو نمیشه اون اعداد رو دقیقاً با هم مقایسه کرد. من فکر کنم هر دو تاش خوب هستش. آیه پورکریم، این واکسن های ایرانی چطور؟ الان میدونیم که متعدد هستن، واکسن برکت، واکسن رازی، واکسن پاستور، موارد متعددی معرفی میشه و خیلی هاشون هم قراره به تولید انبوه برسه. شما در مورد اون پروژه ها چیزی میدونید؟ آیا اونها قابل اعتماد هستن؟ قطعا. ببینید، عرض کنم خدمت شما که چند تا پلتفرم مختلف رو واکسن های ایرانی دارن. پیشرو ترینشون واکسن بنیاد برکت هست که متاسفانه تا اعلام شد سری برکت رو امریکا متاسفانه با یه عالم تأسف تحریم کرد. آره، نهاد واکسنی رو نبایستی تحریم کنن اگر که بناست که دارو و اینها تحریم نباشه. اون یکی از واکسن هایی است که تکنولوژی واکسن اینکتیو شده و غیر فعال شده است. خیلی مثل همین آسترازنکا. نه، مثل آسترازنیکا نیستش، این مثل سینوفارم چین هستش و ویروس کشته شده است و این رو چیز. و حتی اجازه بدید من خدمتتون عرض بکنم که بعضی ها معتقدن، البته این رو بایستی بگذاریم توی فیلد ببینیمش، گرچه واکسن ها همشون تا حدی در مقابل واریته های مختلف در آزمایشگاه خوب نشون دادن، خوب آنتیبادی ها تونستن جلوگیری کنه از اینکه سطح سلول رو ویروس فرا بگیره، آنتیبادی هایی که توسط این واکسن ها به وجود اومده بودن، اما بایستی بیان توی فیلد. اما این رو خدمتتون عرض بکنم که واکسن هایی که به صورت غیر فعال هستن، مثل واکسنی که الان داره در پروژه بنیاد برکت تولید میشه، این واکسن ها امید بیشتری از بهشون هست. سازمان بهداشت جهانی، بعضی از کارشناساشون صحبت می‌کردن، میگفتن که چون این بر علیه
کل ساختمان ویروس آنتیبادی به وجود آمده، احتمال این که بشه از دست این واکسن ها واریته های مثلا مثل ساوت آفریقای جنوبی بتونه بگذره خیلی کم هستش. حالا اینها بایستی بیاد توی اجتماع واکسن زده بشه و بعد ارزیابی بشود که این چقدر کارایی داره در مقابل این واریته. ولی میفرمایید حتی اینها هم بهتر از نزدنه در هر حال؟ قطعاً. ببینید ما در خود ایران، من بارها تو برنامه شما گفتم ما دو تا مؤسسه داریم که نه امروز، نه دیروز، نه پارسال، بلکه 100 سال قدمت تولید واکسن داشتن. سالهایی بوده که ما واکسن رو صادر می‌کردیم به کشورهای منطقه‌مون. از متوجه وقت خیلی کم آقای دکتر بکنیم، ولی خیلی سخت هست که این اعتماد رو جلب کردن. الان مثلا در همین این کشور هم خیلی‌ها می‌پرسن، من حسام رو دارم که در همون اینستاگرام از ما پرسیده که من الان دوز اول رو زدم، به نظر شما دوز دوم آسترازنکا رو بزنم؟ یعنی همین حالا با همین حرفایی که در مورد آسترازنکا پیش اومده، خیلی‌ها نگرانن که دوز دوم رو بزنن یا نه. اگه کوتاه 30 ثانیه شما بگید که چطور میشه این اعتماد رو جلب کرد، به نظر شما باید چه کرد؟ ببینید، علم واکسن رو به وجود آورده. تمام این واکسن هایی که اومده توی بازار بر اساس این بوده که یک سری کارآزمایی بالینی طی شده، بر اساس شواهد و قرائن موجود گفتن این واکسن ها سیف و بی خطر هستند. اگر به همون ها اطمینان بکنیم، این آمارهای چند در چند ده میلیون رو میگذاریم کنار و ادامه راه رو هم با اطمینان. هر واکسنی، من تاکید میکنم هر واکسنی، چه واکسن داخلی های ایران که من خیلی بهشون اعتقاد دارم، دانشمندان خوبی دارن روش کار میکنن، چه واکسن هایی که وارد کشور میشه، چه چینی، چه روسیش و چه همین آسترازنیکایی، که اجازه بدید من تاکید کنم اون چیزی که امروز راجع به آسترازنیکا صحبت میشه راجع به تولیدی اروپا هست. واکسن هایی که در به ایران و اصلا کلا سبد کوواکس رفته، واکسن آسترازنیکایی است که در هند و یا کره جنوبی چیزی تولید میشه. من عرض کنم خدمت شما، اطمینان کامل، با اطمینان کامل هر واکسنی که توی این لحظه پاندمی در دسترس قرار میگیره بایستی استفاده بشه. آقای دکتر کمانگر، یک جمله، شما هم با اینا موافقید، با این حرفا؟ موافقم. خیلی ممنونم آقای دکتر کمانگر، آقای دکتر پورکریم، ممنونم که با این برنامه همراه بودید و ممنونم از شما که با این برنامه صفحه دو همراه ما شدید. برنامه بعدی روز پنجشنبه، مرور پایان سال. شب روزتون خوش.